سلام دوستان و عزیزان در خدمتتون هستم برای فال روزانتون امیدوارم در هر کجا که هستین حال شما خوبه خوبه خوب باشه دوستان عزیز من مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن خیلی خوش آمدین صفا آوردین و باز هم مثل همیشه من سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما یاران و سربران کانال هستم خب ببینیم با هم دیگه چه خبر است در کارت ها چه خبر است در هیجانات شما که از همه مهمتر هست ببینیم در چه حس و هیجانی هستین تشریف دارین ببینیم عصبانی چی شده از کادوهایی که پاپا نوئل براتون آورده خوشتون نیومده عصبانی هستید خب اینا اینجا کارت رو جمع میکنم میزنمشون کنار و اینکه ببینیم کارت بعدی بهتون چه چیزی رو میگه کارت بعدی دوستان عزیز حرف از یه مقدار گموگیچ هم هستیم هم از هستیم هم گموگیچ هستیم یعنی که پیش غذا و غذا حالا امیدوارم که دسر, هم نب... دسر اینجا نباشه اه... یه چیز دیگه باشه خب ببینیم کارت اه... کارتهای دیگه بهتون چی میگن امیدوارم در هر کجایی که هستی حال دلتون نورانی نورانی و روشن باشه آه بابا بابا بام خب حالا ممکنه که یک سریاتون در ارتباط با یه عده این حالت رو دارین ممکنه ازش در ارتباط با یک مشارکتی این کار رو داشته باشین یا در ارتباط با نظر دیگران دوستان اوکی دلتون میخواد که اینجا مسائل درست بشن و به تعادل برسن و دوتا کارتا میگن میشه عزیزان دل ممکنه اینا همه به خاطر یه افرادی هستش و همیشه اینجوری هستش توی یه مشارکتی هستم توی یک به قول معروف کار گروهی هستم توی یک مسئله هستم که من این مقدار گمگیج هستم ولی نگران نباشین برای که من احساس میکنم یک نفر داره پیداش میشه سر پیدا میشه که ممکن هستش که همه چیز رو کمکتون کنه و مسئله رو در یک جهت درست بذاره هر مسئله ای که هست دوستان به خاطر هر چیزی که عصبانی هستین یا اینکه که گمگیج هستین بدونین که مسائل درست خواهند شد خیلی خوب هستش که من همیشه وقتی که بعد از این کارت های یکی مقدار قرمز و اینا که میفته اوزاق <applause> قرمز هستش یک کارت خوب میاد و خیالا من راحت میکنه خب ببینیم کارت بعدی این که زندگی همیشه دوستان بالا یا و پایینی هایی داره که بمانند هدف از فال گرفتن این هستش که یه آگاهی پیدا کنیم که جلوی یک سری از مسائل اگر بتونیم بگیریم اگر فال بهمون به بگه بگیر، بگیریم ببین کادو براتون افتاده عزیزان کارتی که برای شما اینجا دوستان افتاد من مجبور شدم یه لحظه قطع کنم برم بیام اینجا کارت این هستش که کادو سپرایز بسیار خوبی داره به سمت شما دوستان میاد واو ادالتی داره رعایت میشه در حقتون خیلی خوب عالی و چه به من خیلی خوشحالم از کارت هایی که اینجا برای شما هستند از کارت های بعد استفاده میکنم دوستان از کارت های دیگه از این کارت استفاده میکنم بریم که این کارت ها این چی خب ببینید یک چیز خیلی منتظرش هستین و اینکه ممکن استش که یواشکی یه, یه گوشه ذهنتون داریم بهش فکر میکنی داره سراغتون میاد یه کاده که فکرش میکنی داره سراغتون میاد دوستان توجه کنید دوستان عزیز یک هدیه که خودتونم به خودتون میده امکان این که برای شما پشت سرش برکت رو بیاره براتون زیاد هست یادتون نره با خودتون مهربون باشه هر از گاهی یک چیز کوچیک به خودتون هدیه بدین و از خودتون تشکر کنین اوکی ببینیم حالا کارتای بعدی رو با هم دیگه من از کارتای سیمبلون استفاده می کنم بریم کارت سیمبلون بهتون چی میگن انرژی که به سمتش واو بسیار زیبا به سمت یک مقصد مقدس رفتن یک معبد هست اینجا برقراری دوستان تعادل در زندگیتون براتون دارم میبینم که خودتون هستین که این کار رو دارین انجام میدین پر از انگیزه هستیم و پر از انرژی های خوب و مثبت بسیار عالی بسیار خوب دوستان ببینیم برای یک سریام برگشت حالا یک هماهنگی درست حسابی تو زندگیتون حالا ممکنه از نظر احساسی باشه ممکنه از نظر مادی باشه کاری باشه هر راهی که در اون هستیم ببین راهی که شما رو داره به سمت یک مقصد مسقط مقصد درست حسابی میبره خب و اما انرژی مثبتی که وارد زندگیتون میشه آخر به پایان رسیدن یک غم و اندوه تو زندگیتون یک درد یک رنج داره از زندگی شما دوستان پایان میگیره میره خب و به جاش چه چیزی میاد به جاش یک تعادل داره برمیگرد تعادل اینجا تعادل اینجا و ببینیم که به سمت چه چالش میرین خوش باشین خوشحال باشین مخصوصا با خانوادتون یه مقدار باید یک سریاتون سعی کنین غروری رو از زندگیتون خارج کنین دوستان غرور اون به قول معروف ایگو یا به قول فرانسوی ها اگو رو از خودتون یه مقدار دور کنید خب ببینیم با هم دیگه چه خبر هست در کارت های دیگه عزیزان دل من از کارت های آینه بینی براتون استفاده میکنم ببینیم آینه بینی چه چیزی رو بهتون به میگه من کارتی رو که دارم آه، کارت آه، این هستش که ببین در مورد مسائل احساسی شما مسائل میگه که در حال در راه هستن یه چیزهایی داره برای شما اتفاق میفته که هنوز شما در ازش مطلع نیستین و اینجا دارم میبینم یک دیدار دارم میبینم مثل که یه دیداری داره برای شما شکل میگیره یا اینکه یه نفری داره خیلی به خیلی به شما فکر میکنه که شما رو دعوت کنه شما رو ببینه و اینجا به حرف از شانس میزنه یک در یک دور همی یک شانس دارم براتون میبینم در یک دیدار یک شانس احساسی دارم براتون میبینم ممکنه مسئله ای باشه که در حال تولد باشه در ارتباط با مسائل کاری شما تفاهم دارم میبینم اینجا دوستان براتون و اما در کارت بعدی رو براتون میریزم اینجا تفاهم براتون میبینم در ارتباط با مسئله که شاید برای شما این مقدار سنگین بوده کاری هست اداری هست سازمانی هست و اینکه دارم میبینم که از هش یک چیز خیلی خوب قشنگ داره در میاد یک مسئله زیبا داره در میاد مسئله پروژه هر چیزی که در اون مشکلاتی وجود داشته هر مسئله که در اون مشکلی وجود داشته دارم میبینم که به یک تفاهم میرسین ممکن استش که حرف از مسئله قضایی هم اینجا بزنه چون ترازو رو اینجا داره میبینین که به یک نتیجه متعادل میرسین نه اون چیزی که شما میخواین نه اون چیزی که اون شخص میخواد بلکه یک چیز متوسط و میانه و ما بریم ببینیم که در ارتباط با مسائل مالی شما دوستان چه خبر است در ارتباط با مسائل مالیتون یه مقدار چشماتون رو گرفتین و نمیخواین نگاه کنین چه یه چیزایی رو کارت بعدی در ارتباط با مسائل خانوادگی مخصوصا دیدیم که اون بالا خانواده خوشبختی خوشحالی شما به حال شاکر ریشتون جزئی از اون چالش های شما بود حرف از این میزنه دوستان که توجه کنه که من احساس میکنم که حالا ممکن هستش که برای یک مسافرت خانوادگی احتیاج رو به مادیات داشته باشین که او ویدیوش هم گرفتم نگاه نمی کنم و اینا دارم میبینم عزیزان دل ممکن هستش که در ارتباط م... مسائل خانوادگی شما مسائل مادی اینجا مطرح باشه که اینجا من دارم میبینم که به دنبال راه حل گشتن به دنبال راه حلی میگردین و یه مقدار فاصله میگیرین از خیلی چیزها از این حس حال بد فاصله میگیرین و از مسائلی که مربوط به شما نیست هم دارم میبینم که فاصله میگیرین توی دامنه مالی بر حال من اینجا پرورش مسائل مالیتون رو دارم میبینم و اوج گرفتنتون رو میبینم در مقابل آنچه که شاید برای شما یک زمانی یا همین الانش برای شما این مقدار ممکن هست باشه خب با هم ببینیم که در ارتباط با کارت های احساسی کارت های احساسی بهتون چی میگن من از کارت های لاین آف استفاده میکنم براتون چی بهتون میگن یک کارت افتاده اینجا یک کارت دیگه هم بیفته اگر نگفته بیندازیمش خب او سه تا دیگه افتاد. اوکی شروع کارت بعدی او سه تا چهار تا خدا بده برکت برای اونایی که دلشون مسائل احساسی میخواد شروع زخم سبکبالی و پناهگاه چه بتون بگم یک سریاتون دوستان عزیز از روی زخم های خودتون کار کردین الان دارم میرم کم کم به یک سبکبالی داریم میرسیم خوب فکر کردیم به خودتون حق به یک شروع دوباره رو دادین بسیار عالی و خوب هستش و پس یک شروع او دارم میبینم و سبک بالی حال خوب دارم میبینم دوستان براتون از یک زخم روحی دارین در میاری. در ارتباط با شما دوست عزیز قطب معنیست یا یین شما دوستی که دارین این فال نگاه میکنین بریم ببینیم چه خبر هستش یک کارت اینجا افتاد برش دارم یکی من هرگز موفق نمیشم و اینکه من بهتر این هستش که رها کنم. و کارت بعدی میگه که من در اون ایگو بهتون گفتم ایگو هم ایگو من اون بچه‌ای که توی من هست و نمیدونم لج بازی میکنه هستم و من عصبانی هستم و انتقامجو و زخمی کلا کسی هستش که از این قطب‌های مؤنث یا اینکه این هایی هست شما دوست از که نگاه میکنید ممکنه این برای شما نباشه چون اینایی این که اکابری هستن و از خودشناسی و تکامل و این چیزها واقعا من اینجا دارم میبینم که در کلاس ابتدایی هم نیستن یعنی اینکه کلا همه چیز رو دارن سیاه میبینن یا اینکه در قسمتی ای از زندگیتون هستین که این چیزها رو سیاه میبینین در صورتی که سیاه سیاه و سفید سفید نیست بلکه یک مسئله هستش که با زندگی رو بزنیم مشکلات بیان همینجوری روان بشن و برن نه اینکه صد بزنیم جمعش کنیم توی خودمون من به همچون دوستانی بهشون میگم که برین هفت اصل استویسیان رو که گذاشتم روی کانال نگاه کنیم اینجا دوستان شخص مورد نظر شما یا یانگ هست میگه که من نمیخوام برات بریم سم در دهنش زیب زده ما قفل گنده میندازیم سرش و نمیتونم جلوی نمیتونم خودم جلوی خودم میگیرم که یک قدم به سمت تو نیام اینجا میگه که من احساس میکنم که به تو وصل هستم و تو رو هر لحظه حس میکنم کسی هستش که خدازاری میکنه دوستان خب این که خدازار شم شما آزار هست خدازارم هستش تا حدی برایش برای این که فکر میکنه که زهر مار هست اگر که یه وقتی در قدمی در راه جهت مسائل احساسی گذاشتن از حیبتش کاسته میشه و از وشه اجتماعیش کم میشه پس بنابراین با اینکه به شما خیلی وصل هستش دو رو زده تو برق حسابی براق شده توجه کنید ولی خب با همه احوال جلوی خودش رو میگیره که کاری انجام نده خب ببینیم پیام شخص مورد نظر شما برای شما دوستان عزیز چه چیزی هست پیام شخص مورد نظر شما برای شما خب من میخوام از سکوت خارج بشم و از این تنهایی در بیام و میخوام با تماس بگیرم اینجا در درنش زیب زده بود و با هم دیگه صحبت کنیم خودت آماده کن برای یک سپریز زیبا خبر نداره که یه سریات با شما ایستادی منتظرش ازش استقبال کنید خب ببینیم الان نوبتی هم که باشه نوبت نیت شما خصوصا نیت کنیم ببینیم که برای نیت شما چه جواب میگیره خب روشنایی براتون در راه هست دوستان جواب شما هر چیزی که هست حس بله هستش بسیار خوشحال هستم ولی اینجا یه حالا کهیر نزنید میگه هنوز باید مقدار صبر کنید سکوت اگر هستش اگر مسئله در استان بای هست جوابش مثبت هست دوستان میگه و اینکه ببینیم که در ارتباط با حرف از مطالعه میزنه این مسئله در حال مطالعه هستش در ارتباط با این مسئله چه خبره ببینیم در ارتباط توصیه کارت ها برای شما چه چیزی هست من از این همه کارت‌ها، اکثر اوقات کارت‌های دیگه میافتاد امروز دو تا کارت جدید افتاد میگه که خود میگه که شاد باشین لذت ببرین و قلب خودتون رو باز کنین. ببین پروانه حرف از سبکبالی و حرف از تغییر و تحول هم میزنه تغییرات در راه هستن خودتون رو درون خودتون رو تغییر بدین ببینین یک یه دوستی میگفت اه... خیلی خوشم اومد از این جمله فکر کنم قبلا روی کانال گفتم این مسئله رو میگفتش که یک عمری منتظر نشستم که زندگیم تغییر کنه نمیدونستم باید خودم تغییر کنم اینم این هستش تغییر از خودتون شروع میشه خودتون درون خودتون رو آه... تغییر بدیم و ببینیم کارت فرشتگان برای شما چه پیامی دارن دوستان محل مقدس ما فرشتگان مقرب دوربر تو هستیم و تو رو از نورهای زمردی پر میکنیم نورهای صورتی و طلایی تا تو نگرانی های خودت رو فراموش کنی و در یک محیط مقدس و عشق و شفا وارد بشی و آخرین کارت ببینیم کارت عزیزان از دست رفتمون پیامشون برای شما چه چیزی هست پیام عزیز از اصفر مرگ نباید از مرگ ترسید فقط یک گذر است و از یک حالت به حالت دیگه رفتن دری که به سمت یک دنیای بهتر باز میشه هیچ ترسی وجود نداره همه اینجا مهربان هستند و قضاوتی ندارن تنها چیزی که اینجا حاکم هست عشق هست روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه عزیزان دل این فال شما بود و که خوشتون اومده باشه من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار